با سلام دوباره خدمت شما خوبان که از ابتدای برنامه با ما بودید، انشاءالله که از داشته‌های برنامه استفاده کرده باشید و یک سلامی هم خدمت شما بزرگوارانی که همیکنون برنامه خود پیوست. سپاسگزاری میکنم از همه شما که ما را همچنان بیننده هستید. در این قسمت از برنامه عصر حریوا در خدمت سه تن از نوجوانان هستم که صحبت میکنیم با این دوستان و با این عزیزان که خود برای ما و شما بیننده های عزیز معرفی بکنن. دوست عزیز خوش آمدید، عصر زیبای خودت بخیر باشه، خود معرفی بکنید. بسم الله الرحمن الرحیم. اسم نایو ولد عبدالظاهر تخلص محبوبی از به مؤسسه سی سی او او برنامه رای بهش متعلن سن فششم از مکتب عالی ایوان. مکتب؟ عالی ایوان. مکتب ایوان. یه قلم یحیی جان درسته؟ اسم شما؟ نایب جان. انشاءالله که سرحال خواه هستی، درسته؟ بله. انشاءالله. دوست عزیز شما هم عصر بخیر میگم، خسته نباشید، خود معرفی. بسم الله الرحمن الرحیم. ولی مصطفی محبوبی هستم، عضو مؤسسه سی سی ای هو برنامه رای بهش و متعلم صنف پنجم از لسه عالی هیواد. بسیار عالی. قریص مصطفی جان درست شد؟ بله. قاری هم هست، انشاءالله که همیشه موفق باشید. دوست عزیز خود معرفی بکنید. بسم الله الرحمن الرحیم. ایمان بسیار هستم، یک عضو مؤسسه سی سی ای هو برنامه رای بهش. بسیار عالی. ایمان جان بله، خوش آمدید، زنده باشین. خب دوست عزیز نایب جان، میخوام یه پرسان بکنم که در امتحانهای چهار نیمه رو سفری کردین، درسته؟ بله. چگونه بود؟ چقدر آمادگی گرفته بودی و نمراتی که بگیری برای خودت رضایت بخش خواهد بود؟ یعنی به خودت فکر میکنی که چقدر نمره خواهی گرفت؟ 100% خوبه. اما چقدر آمادگی گرفته بودی؟ خیلی خوب بود. اگر صبح کمی آمادن دگه بمبال درسا خوشیسته بودن بعدم بخوندن خوب بودن. آفرین. خب وقتی به مکتب هستی، شوخی و بازیگوشی اینا چقدر میتونه که ضربه بزنه برای درس ها و برای امتحان ها؟ خیلی به اندازه. خودت چقدر تلاش میکنی که تقسیم اوقات بسیار خوب داشته باشی که سر وقت و درس های خود بخونی، یک وقت باز برای حتی بازی و سرگرمی؟ 100% میتونم که بنبال درس ها خوب بشنم، تقسیم اوقات خورتی کنم، بعدا میتونم. حالا بعضی وقتا مثلا بعضی از بچه ها هستن یا ای که تقسیم اوقات ندارن، همی که رفتن طرف بازی میرن بازی و همی که تلویزیون نگاه کردن تلویزیون و فکر درس نباشن. خودت چقدر تلاش میکنی که وقت بازی بازی، وقت تلویزیون نگاه کردن تلویزیون نگاه کردن و همچنین وقت درس؟ وقت درس که هسته میرم برای که بالا درس ها کن میشنم، وقت تلویزیون که شد یک نیم ساعت بالا تلویزیون سل میکنم بازی دیگه. آفرین. بسیار عالی. خب قریص مصطفی جان بله، چند جز قرآن ندیم شانه حفظ کردیم؟ از حفظ کتابال حفظ نکردن، قرآن شریف به مخانه. آفرین. پس برنامه هست که انشاءالله حفظ بکنید، درسته؟ بله. متعلم سنف چندون گفتی؟ پنجم. یادت هست از سنف اول که مکتب رفتی؟ بله. اگر یک خاطره داشته باشی که بگی، چه خاطره داری که فلان روز یک اتفاق بسیار خوبی برای خودت به سنف اول نفتاده باشی؟ سنف اول سنف ششته بودیم، ما سنف خجالت میکشیدم که برام به جنجی که برفتم دیدو همه بچه هستم، من خوشحال شدم برام. آفرین. یاد هست معلم سنف اول شما کی بوده؟ بله. کی بوده؟ استاد انیسه جان. آفرین. خب از این که از استاد یاد کردیم، چه خوب است که راجع به ارزش و اهمیت استاد، چقدر باید به معلم خود احترام بگذاریم؟ گرچه در سنف گاهی وقت از ما شوخی سر زده تشکر میکنه، از اونا که بازم برای ما زحمت میکشن خیلی تشکری دارم از اونا. و باید احترام بکنیم و باید برای اینا احترام بگذاریم. آفرین. خب از مکتب که صحبت بکنیم، احترام به معلم گفتین، چقدر باید به عنوان شاگرد مکتب در نظم و دیسیپلین مکتب صنف شاگرد باید تلاش بکنه که بی‌نظمی نکنه، شوخی نکنه و از این؟ شاگرد باید همیشه وقت که بس در مکتب میره پاک و با نظم بره که در صنف کاغذاری چیزی اشغال نکنه. بسیار عالی. آفرین. خب ایمان جان، از این صحبت میکنیم همونطوری که مصطفی جان صحبت کردن، گفتم باید پاک و مرتب و منظم باشیم. همی راجع به پاکی و نظافت اگر صحبت بکنیم، چقدر ارزش داره برای سلامتی ما، برای از اینکه هیچ کس از ما دوری نکنه؟
اول که حضرت محمد صلی الله علیه و سلم می فرمایند ال طیر و شطر الایمان، نظافت جزء ایمان است. ما باید نظافت خود مراد کنیم، هیچ وقت خالیده نباشیم، مگر هر وقت دمی سر آر با جرات اینو باشیم. آفرین. اگر نظافت مراد نکنیم چه بدبختی یا چه مریضی های ما مثلا آیا سالم خواهیم بود یا نه؟ مریضی های گوناگون مبتلا میشیم، سالم که نمیشیم، مریض میشیم. هر وقت ما اگر سالم چه اگر چیزای خوب بخوریم یا کار چیزای خوب بخوریم، مثلا میوجات میوجات وقتی میکنیم باید بشوریم تمیز باشه. آفرین. خب از نظافت صحبت کردیم، میخواییم که راجب شهر ما، خانه ما که صحبت میشه در قسمتی که نظافت شهری رو باید مراد بکنیم یک صحبت هایی داشته باشیم. ما که باید اول امی شربلی که امی سلطه اشغال بگدیشه، ما باید هر وقتی که یک چیز مثلا یک پیفک میخوریم باید اون پیش باش خیلی بنده نه تاثیر کنی نه بخزن همین محیط زیست ما از بین میره. میشه بله، بسیار عالی. خب نایب جان، به ادامه صحبت های ایمان جان صحبت میکنیم راجع به نظافت و نظافت شهری که هسته، همین بیمسئولیتی که ما مثلا وقتی از مکتب بیرون میشیم یک آشغال رو که به قول اینا استفاده میکنیم، چیپس میخوریم و پفک اینو که هست میگیم اینو میندازیم و باز همیره باز شاید کارگر شاروالی بیایی برداره، همه بیمسئولیت ها به نظر خود چقدر بده و شخصیت آدم خوب نشون نمیده. این طرفی هست که مگر ما نشما نمی آشغالی که مندازیم این پشنگونی بر داخت مندازه، مگر ما نشما چیزی که میبینیم از بال زمین مگر رو برداره ما به تسط الاشغال مندازیم، پس شاروال بیچاره نمیتونه که این کار رو بکنه، او مسئولیت هم داره، اما ما نشما هم کمره خود دولت خور بکنیم همین آشغال ها رو برداریم تسط الاشغال. آفرین آفرین. خودت هم یک خاطره خوش داری حالا از مکتب یا بیرون از مکتب؟ بله. میتونی یک خاطره خوشی که داری بیان؟ خاطره خوش ما یک بود که رفته بودم یک روز بابا یک آلوی خورده بودم، آلوی که خورده بودم علمی بالای آلو یک موچه بوده، بعد از او بودم بکردم خواهر من خنده کرده گفتم موچه رم بودشتی بتا دام بودم. آفرین. خب از همین که خاطره صحبت کردی جلوتر راجع به نظافت گفتیم، همین میوه که از درخت بگیریم باید بشوریم دیگه، درسته؟ بشوریم. آفرین. خب خاطره خوبی بود. در مکتب که هسته به کدام مضامین بیشتر علاقه داری؟ مثل من که بسیار عالی مضامین دینی که هست، من باز ریاضی هیچ علاقه ندارم. خودت چطور است؟ خب من خودم بس مضامین خوبم، اما دینی که هست بیترتر هست، به دین اسلام سازش میشی. آفرین. خوب میشی، معلومات پیدا میکنی، دین اسلام میشناسی، از دین اسلام خوب. آفرین. خب قریص مصطفی جان، خودت کدام مضامینی بیشتر دوست داری علاقه داری؟ من مضمون انگلیسی و ریاضی. آفرین. مضمون انگلیسی و ریاضی، مضامین سختی هم هست. ریاضی خیلی سخته که من به اون خاطر فرار میکنم از ریاضی، و انگلیسی هم خود زبان هست. خب راجع به همین زبان انگلیسی مثلا خودت میفهمی که ارزش زبان چقدر هست؟ بله. مثلا همین انگلیسی رو ما بلد باشیم چه خدمت میتونیم بکنیم؟ انگلیسی بلد باشه ما در کشوری بریم میتونه به قوم خود کسی که بیایه بلد نباشه انگلیسی بری کمک کنه یا بری یاد دین یا در خانه خور برار خواهد دین. آفرین. همین کار و مشق و کار خانگی که میدن چقدر باید تلاش بکنی که کارهای خودت انجام بدین؟ ما هر وقت که استاد زحمت میکشن درس خوب درس بر ما میدن، ما باید از او بخونیم و بنویسیم تا یک چیز یاد بگیریم و دیگران برسانه. آفرین. دوست داری در آینده چه بشی و اون چیزی که آرزویی که داری؟ من خوش دارم در آینده انجینر شم و عجب و عجب وطن خود را آباد سازم. آفرین، چه فکر بسیار خوبی هست. با مهندسی بسیار خوب انشاءالله که بیا آرزو برسی، با مهندسی و کار بسیار دقیق انجینرها ما میتونیم که یک کشور و یک شهر بسیار خوبی داشته باشیم. چقدر باورمندی هستی که میتونی انجینر بشی؟ من دیگه درس خوب بخونم کار خوب بکنم دیگه زحمت خوب بکشم میرسم. آفرین. مثلا میگن خواستن توانستن،
مثلا خودت میخوایی که به انجینر بشی و به امید و آرزو باید برسی که انشاءالله میرسی. آفرین. خب ایمان جان، راجع به احترام به همسایه اگر صحبت بکنی، ما چقدر باید کوشش بکنیم همسایه ها از دست ما آزار و اذیت نبینن؟ ما باید به همسایه خو اول کو چه احترام بگیریم. باید امی یک مثلا میگم برف خود را برای بام همسایه نندازه. آفرین، چه خوب ضرب المثل عالی. نندازیم، باید ما برف نندازونیم، همسایه زیری نکنیم، اون بذاب نکنه. بعد اینا میبینی شیشه ها مردم رو میشکنن، همسایه ها خور میشکن، شیشه همسایه ها خور میشکنن. ما باید به زینا بگیم که این همسایه شمونه، حق همسایه بیشتره. به زینا به می همسایه خو مگر احترام بگیم. بعضی وقتا همین راجع به این همسایه که گفتی، خصوصا در ایام عید که هسته، حالا ما به استقبال عید هم شالا میریم عید قربان، همین پتقیار زیاد استفاده میکنم. خودت که استفاده نکردی از نه؟ و چی گفتنی داری برای همچین کسا؟ مگر امینا نندازنم، مردم وحشت میکنم، میترسم از امی. ما چی خواهد دانی؟ شاید همون یک کس مریض داشته باشه، مریض میترس، اگر بدازم میترس. آفرین آفرین، بسیار عالی، پیام خوبی بود و انشاءالله که بیننده های عزیز حتما حتما به این موضوع ما توجه بکنیم. خب نایب جان، راجع به احترام به پدر و مادر، چقدر خودت اهلی هستی که تلاش بکنی که پدر و مادر از دست خودت آزار نبینن و نرنجن، و چه گفتنی داری برای کسایی که در خانه هم یکمین بیننده برنامه هست؟ بسم الله الرحمن الرحیم. احترام به پدر و مادر نذاریم که مادر و پدر از ما خوبی ببینن، نباید ما پدر و مادر رنج دیم که بگیم پول بده یا چیز بده. شاید تمنو پدر و مادر چیزی نداشته باشن، ما شما اونا رنج میدیم. این ضرر چیزه، نباید ما شما برای پدر و مادر بی‌احترامی بگذاریم. احترام بگذاریم که به چیزی برسیم. از حضور پدر و مادر در زندگی ما صحبت بکنیم، چقدر نعمت بزرگیه و ما قدر پدر و مادر رو بدونیم. مثلا کسایی که پدر و مادر از دست دادن، حالا دیگه اونا به چی فکر خواهد باشه؟ اونا که هستن به فکر پدر و مادر خونم، ما نشان مگرم پدر و مادر خوب اوش و جمع کنیم. نباید مثل از اونا باشم، اگر اونا بی احترامی چیز کردن، ما نشما احترام چیز به پدر و مادر خوب بگذاریم و خوبی برای پدر و مادر بگذاریم. نباید ما پدر جان بیشتر دوستانه یا مادر جان؟ از اما دوتا و دو چه به یک چشم میبینم. آفرین، هر دو جایگاه خاصی دارن. آفرین. خب مصطفی جان، راجع به صداقت اگر صحبت بکنی، همین صداقت و راستگویی و راست درست کار کردن چقدر میتونه که همه به ما اعتماد بکنن؟ راستگویی، اگر ما آدم راست باشیم، دروغ نگیم، همه ما را دوست دارن. مثلا در جای کار داشته باشیم، میتوانیم به رئیس جای که برای ما به سر ما اعتماد کنه و دروغ نگیم. از وفا به عهد صحبت بکنیم، به تقریب همین راستی که هسته، ما وقتی قول میدیم، وعده میدیم، چقدر باید تلاش کنیم که سرمو وعده بیاییم و به وعده خود عمل بکنیم؟ ما وعده که به کسی میدیم، به سر قول خود وفا کنیم و به سر وعده خود به کسی که وعده میکنیم بکنیم. آفرین. اگر مثلا وعده خلافی بکنیم، همین وعده خلافی چقدر باز دوستای ما از ما میرنجند و دیگه شاید تنها باشه؟ مثلا انال به کسی بگی میریم به جای خودی، هم روز جمعه به میله، اگه با روز جمعه نری به میله، اونای هم کارا خو میکنم، نریم به میله، کار بد میشه، دوستای هم از ما ناراض میشن. آفرین. خب ایمان جان، نام خدا بسیار بچه باهوش هم هستی. در امتحانای چهارنیما که از دوستم پرسان کردم، آمادگی زیاد گرفته بودی؟ بله، آمادگی زیاد گرفتم، درجه خوبی هم انشاءالله میگیرم. بعضی از شاگردا بعضی وقتا مثلا شاید خدای نخواسته مشروط بشن، محروم بشن، باز میایم از استاد گلایه میکنن یا به خانه میگن که استاد با ما مشکل داره حرفا. میخوایم خودت بگم که واقعا معلمین عزیز هیچ مشکل با شاگرد شاید نداشت؟ هیچ مشکلی ندارم. نه، اگه ناکام مشروط هم کنم به خوبی خود اینوه. همین مثلا همین ریاضی اینا رو یاد ندارم، از همین مشروط میکنه، از همین
مگانم با دوباره امیر ریاضی بخونه که یاد بگیره با آینده به دردی میخوره. آفرین. چقدر معلمین خود دوست داری؟ همه دوست دارم، همه معلم ها و یکسان هم و همه اینا دوست دارم. معلم چه جایگاهی داره؟ جایگاه خاصی داره. آفرین. ما خدایی نخواسته اگر به حرف معلم توجه نکنیم و به نوعی خدایی نخواسته بی تفاوت باشیم نسبت به صحبت ها و فرموده های معلمین عزیز، چقدر ما واقعا ضربه میبینیم در زندگی؟ ضربه که زیاد میبینیم در زندگی. ما باید امی حرفی که معلم میگه ما باید امی عمل کنیم. مثلا بگه وقت بر امی سرسیم وقت بر سوال حل کنیم، مگر ما نشیم با جرات بره اگه یاد هم ندشته باشیم، مگر برم بسته که من دیو نیست میتونه نیست بیال کنه نمیتونه هم بگیم استاد ما این سوال یاد نشیم. آفرین آفرین، اعتماد به نفس بالایی هم داری. خب نایب جان چه پیامی داری برای همسن و سالای خودت که همین اکنون بیننده برنامه است؟ بسم الله الرحمن الرحیم. برای همسن و سالای خود این برنامه رو دارم که بفرمایم به انمی مؤسسه ها، به انمی کورس ها که از ما از خود خود یک چیزی آموزش یاد گیرم دیگه خوبی اینا. شما نگفتین در آینده میخوای چی بشین؟ در آینده میخوام دکتر بشم. آفرین، دکتر بشین. چرا دکتر بشین؟ به چی خاطر؟ بزی که مردم را مریضم به مریضی مبتلا میشم اونا را جور بسازیم، خوب بسازیم و سعدمان بسازیم اونا را از مریضای مبتلا اونا را دور بسازیم. آفرین آفرین، انشاءالله که بین امید و آرزوی خودت برسیم. خب مصطفی جان خودت چه پیامی داری برای همسن و سالای خودت، برای مردم عزیز که بیننده برنامه است؟ من از خانواده های عزیز دمی خواهش دارم که فرزنده خود بفرستن به کورس های آموزشی که در جامعه و در ملت عزیز ما افغانستان خدمت کنن. آفرین آفرین، پیام بسیار خوبی بود. ایمان جان خودت چه پیامی داری برای پدر مادرای عزیز؟ برای پدر مادران چه پیامی دارم؟ کمی فرزنده خو بگذارن که بیان به این مؤسسه ها، کورس ها، مکتب ها بیان که درس بخونم. در آینده اینو با آینده اینو خوبه، با آینده خوبه دارم درس بخونم، مثل نشن که برم یا سر کوچه ها یا اشغال اینا جمع کنم. اگه درس بخونم دکتر معلم اینا انشاءالله. تشکر از شما که در برنامه بودین، استفاده کردین از صحبت های بسیار خوب شما و اوقاتی که با ما بودین برای ما خوش بود. زنده باشین. تشکر. بله بیننده های عزیز، صحبت های بسیار خوبی داشتن واقعا در قسمت نظافه، در قسمت شهروندی، در قسمت مسئولیت در خانه همسایه. وقتی صحبت میکنیم با این گونه عزیزایی که امید دارن، آرزو دارن برای جامعه و واقعا دل هر کدامشان میخواد که جامعه منظم داشته باشن، مرتب داشته باشن، اما بعضی وقتا ما بزرگترا به موضوع توجه نمیکنیم. وقتی صحبت اینا رو میشنویم دنیایی از پیام داره، دنیایی از حرف هست. در سطح شهر وقتی نگاه میکنیم چراغ سرخ هست، همه بی تفاوت از اون میگذرن، اما دور از این که یک حادثه هم برای خودشان به وجود میه هم برای دیگران به وجود میه و همین که بی‌نظمی در سطح شهر و همین که شخصیت ما رو خیلی زیر سوال میبره. یک اصطلاحی هست میگه با عبور از چراغ سرخ چراغ سبز زندگی خود و دیگران رو خاموش نکنی. خدای ناخواسته از اون طرف او هم شهر همین فکر بکنه با همین سرعت بیای و ما هم از این طرف این تصادفی که به وجود بیای چه عوارض چه خانواده هایی رو عزادار که واقعا نمیکنه. پس در قسمت آوردن نظم برای شهر و همچنین نظافت شهر که شهر ما خانه ما هست نهایت تلاش بکنیم به عنوان یک شهروند مسئول. این بود برنامه عصر حریوایی که امروز تقدیم نگاه های مهربانانه شما عزیزان شد. سپاسگزاری میکنم از شما عزیزان و انشاءالله که ما هم توانسته باشیم اون دین و مسئولیت عظیمی که همان وقت گرانبهای خود در خدمت ما گذاشتید و برنامه‌ای رو تقدیم شما کرده باشیم ادا کرده باشیم. تا برنامه دیگر همه شما رو به خداوند مهربان میسپاریم. حرف همیشگی ما در آخر برنامه، خدای از ما بگیر هر آن چیزی که تو را از ما میگیرد. خدا نگهدار.